خب مسلما یکی از دلایل بسیار واضح اون شیوع واریانت ها و جهش های جدیدی هست که در هند شایع شده بود، عوارض بسیار وخیمش رو هم ما اونجا دیدیم و حالا داره از هرمزگان مجددا خودش رو در این منطقه داره نشون میده. و علاوه این که ما الان در شرایطی هستیم که هنوز متاسفانه موج چهارم فرو کش نکرده، آمار متاسفانه فوتی های ما بیشتر از 150 تا و گاهی 200 نفر در روز هست، علارغمی که پیک اون یه مقدار کاهش به از پیک ما گذشتیم، اما این به معنای فروکش کردن موج چهارم نیست. در این زمان سرعت شیوع مواردی که ما در هرمزگان داریم میبینیم، انتشار اون به استانهای شرقی کشور مثل سیستان و بلوچستان و کرمان خب بسیار نگران کننده است. در عین این که واقعا افزایش آمار مبتلایان جدید در تهران هم زنگ خطری هست که گویا داره خیلی سریعتر از انتظار به صدا در میاد.